در برنامه، برویم به سوی این حرکتی که به عنوان رفراندوم معنا پیدا کرد. اولش آقای روحانی آمد در سخنرانی 22 بهمنش حالا از انواع حرفایی که میزد، از اینکه به مردم شادی بدیم و شادی تقسیم کنیم و نقل و نبات، بعد در مورد مسائل اختلاف هایی که در درون خودشون دارن آمد و رفت به سوی اینکه خب ما هم رفراندوم میتونیم برگزار کنیم بر اساس اصل 57 قانون اساسی. ولی یک بار دیگر هم آقای بنی سرد در دوران خودش این رو مطرح کرده بود و حاصلش رو دید. حالا ممکن است روحانی میداند که حاصلش این، ولی اینا به یک سو که روحانی چه گفت و روحانی چه نظری رو داشت، جمعی از کسانی که در خارج و در داخل ایران برای خودشون به هر شکل در زمینه‌های مختلف نام دارند، آمدن به یک طرحی رو به عنوان رفراندوم دادن. 15 نفری که این طرح رو دادن معنای ویژه‌ای پیدا کرد پس از سخنان آقای روحانی که چرا یک باره فراخوان رفراندوم برای تعیین نوع حکومت آینده. پیش از اینکه آقای دکتر هم نظرش رو بگم، من در یک جمله نظر خودم رو بگم، من این هستش که از حکومت‌های دیکتاتوری تصور کنین که از مثلا در دوران هیتلر از اون میپرسیدن که آیا شما میخواین که بذاریم رأی بگیریم که دور مثلا دو حکومت شما به پایان برسه یا نرسه، پاسخ معلوم است این نوع حکومت ها چه خواهد شد، برای اینکه کنترل هر گونه رفراندوم هم در دست اوناست. درست است که این دوستان به رفراندوم با نظارت سازمان ملل اشاره میکنن، ولی همه اینا جای گفتگو داره که امروز با آقای دکتر اسماعیلی نوری‌الا در این زمینه گفتگو میکنیم، ضمن اینکه ایشون مقاله ای رو منتشر کردن در همین زمینه که در تارنمای خودشون میبینیم و تارنمای مختلف هم اون رو ازش اشاره کردن، میبینیم نوشته بار دیگر رفراندوم و افعال بیفاعل. و این مقاله رو دوستانی که بخوان کامل بخونن میتونن برن و روی اون نگاه کنن و پیدا کنن و بیشتر بدانن. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم. اول در مورد این مقوله رفراندومی که آقای روحانی خودش مطرح میکنه، سپس این دوستان 15 نفر و بعد که دیگه حال داستان دیگه داره اوج میگیره که چه خواهد شد. بله، عرض کنم که به نظر من این دوتا مقوله رو میشه از خیلی جهات متفاوت دید. به هر حال آقای روحانی رئیس یک مملکتیه و بر اساس قانون اساسی که قبولش داره میخواد در حد اون شرایطی که قانون اساسی تعیین میکنه رفراندوم برقرار کنه، همه پرسی برقرار کنه. این که آیا میتونه یا نمیتونه نمیتواند مانع این باشد که حرف ایشون حرف مستند و قانونیه از نظر قانون خودشون. اما اینکی رفراندوم بیشتر یک شوخیه که هر چند وقت یک بار هم داره به وسیله همون آدمای قبلی تکرار میشه. ما در 2010 ما همین ماجرا رو داشتیم که باز یه عده‌ای بعداً معلوم شد جعلیه دیگه، که عده‌ای در زندان‌های ایران نشسته بودند و در اونجا به فکرشون رسید که بعد یک رفراندومی انجام بشه و اون رو فرستادن به خارج کشور و خارج کشور هم عده ای اون رو امضا کردن و غیره، که انقدر مضحک بود که با اینکه در اون زمان به خاطر بداعتش هیجانی هم برانگیخت و یه مقدار زیادی چند هزار امضا هم براش جمع شد، ولی معالن چون نمیتونست معنا و معنای اجرایی داشته باشه خود به خود فراموش شد. حالا دو مرتبه 15 نفر آمدن و همین کار رو دارن انجام میدن و دو مرتبه زمزمه رفراندوم رو برقرار کردن. من با این نظر مخالفم که میگویند که منظور اینها این بوده که همزمان با پیشنهاد آقای روحانی اینها هم تقویت بکنن مثلا اون پیشنهاد رو، برای که به نظرم نمیرسه که این عده 15 نفره به این فوریت توانسته باشن گرد هم بیان و همزمان با روحانی اعلام رفراندوم کردن. احتمالاً از مدتی پیش در این زمینه فکر کرده بودند و اقدام کرده بودند. اما به این ماجرا میشه از چند منظر نگاه کردش. یکی این که
اصلا چرا اینا به این فکر رسیدن که این کارو باید بکنن. و بعد اینکه خب به هر حال هر رفراندومی لااقل 3-4 تا شرط ایجابی داره، یعنی اینکه اولا باید معلوم باشه فاعل رفراندوم کیه، دوما اینکه اصلا چی میخوان بپرسن از مردم در اون رفراندوم، و بعد هم تضمین اجراییش چه خواهد بود. اینا به اینها کاری ندارن، میگن که ما یک مثل یک پزشکی نشسته ایم و نبض جامعه ایرانی و حکومت مسلط بر ایران رو گرفته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که مایی که تا حالا اصلاح طلب بودیم اعلام میکنیم که با اصلاح طلبی به بن‌بست رسیده و بعد اقدام جدیدی بشه، و اون اقدام جدید چیه؟ اینه که بعد رفراندوم انجام داد. البته آقای دکتر، در بین اینها افراد غیر اصلاح طلب هم هست، تصویرشون رو اگر امیر نشون بده من یک بار نامشون رو بخونم، چون ممکن است در این گفتگوها به نام اشاره بشه، دست کم بینندگان بدونن. با این طرح: خانم نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیفزاده، حسن شریعت مداری، حشمت الله تبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخبلباف، محمد ملکی، محمد نوریزاد. من خواستم پیش از اینکه بیشتر پیش بریم و همه بگن که اینا کیان و چی میگن بیشتر باز بشه. بفرمایید، در خدمتتون هستم. من اعتقاد ندارم که این دوستانی که اینو امضا کردن بعضیاشون اصلاح طلب نیستن. من فکر میکنم مدارج مختلفی در اصلاح طلبی وجود داره که هر کدومشون به یه بخشش مربوط میشن، ولی اینکه اینها از یک زمینه اصلاح طلبی برخواستن و داعیه براندازی هم به اون صورتی که براندازان باید عمل بکنن ندارن، نشانه این هستش که به هر حال همچنان با عینک اصلاح طلبی که به بن‌بست رسیده دارن یه راه حل در واقع غیر براندازانه یه دیگری رو میخوان پیدا بکنه. کاملا درسته، از این منظر کاملا درسته، یعنی بحث اصلاح طلب دولتی و یا غیر دولتی نیستش. کاملا درست. اصلا اینطور نیست. بله، بعضیاشون هنوز در واقع خودشون رو جزی از حکومت میدونن، برخیشون از حکومت رانده شدن، برخیشون حتی فکر میکنن که با مخالفت تمام به حکومت همچنان راه حل اصلاحات و اصلاحات رو در مقابل انقلاب میگذارن و انقلاب رو یک جریان خسارت باری میدونن که برای جلوگیری از خسارت هایی که یک انقلاب میتونه به کشور وارد بکنه میگوین که باید راه حل های مختلفی رو پیدا کرد، که صفت های مختلفی هم براش قائل میشن دیگه، مثلا گذار از حکومت اسلامی به حکومت عرض کنم که دموکراتیک، یا گذار بدون خشونت. اما اقسام این حرفا رو میزنن که اگر که اتفاقی هم در ایران افتاد اینها از حالا رولش رو در دست گرفته باشن که مبادا خلاف میل اونها حرکت نکنه. به نظر من جز شاید یکی دو نفر از اینها اساسا هنوز رضایتی به از بین رفتن حکومت اسلامی ندادن، بلکه معتقدند که انقلاب اسلامی اتفاق افتاده با نیت‌های خوب برای اون مملکت، اما کسانی که به قدرت رسیدن این قطار رو از اون ریل برداشتن گذاشتن روی ریل دیگه‌ای که خسرانباره، و اگر که ما دو مرتبه این رو برگردونیم این ور اشکام قضیه حل خواهد شد. ظاهر قضیه اینه که خب ما جمهوری خواهیم و حتی سکولار دموکرات هم هستیم، ولی در این حال من ندیدم که واقعا و از صمیم قلب توضیح داده باشند که قصدشون برانداختن اسلامیت حکومته. مشکل قضیه در اینه. من با راجع به برانداختن اسلام صحبت نمی کنم که امر ناممکنیه و بیهوده هستش که آدم بخواد انرژیشو روی اون قضیه صرف بکنه، ولی خب این رو 40 سال تجربه نشون داده که اسلامیت حکومت سرمنشه همه این بدبختی ها و گرفتاری هاست، و تا کسی رسماً نیاید و نگوید که باید اسلام را از حکومت خارج کرد و برگردون به هر جایی که بهش تعلق داره، در واقع اصلاح طلبه، یعنی اینکه میخواهد یه جوری این حکومت رو نگه داره، که من فکر میکنم که بخش عمده ای از این اشخاص
در واقع اصلا حیات و هستی و اعتبار اجتماعی سیاسی خودشون رو ناشی از این انقلاب اسلامی میدونن. یعنی اینکه شما اگر که مثلا به طور مثال عرض میکنم الان مثلا آقای آخوندی عرض کنم از قم بلند شده رفته تهران و بعد آمده خارج و به عنوان مثلا دانشمند مدرس فقه اسلامی و فلسفه اسلامی در دانشگاه هاروارد داره درس میده. خب این آدم اگر که یه روزی عرض کنم که حکومت اسلامی در ایران نباشه که برای بقیه دنیا گرفتاری ایجاد نکنه، کی میاد ایشون رو بکنه استاد مثلا دانشگاه هاروارد که بیاد در مورد این مسائل صحبت بکنه؟ به اصطلاح خود فقها میگن سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی موضوعی که حکومت اسلامی است اونجا هست و وقتی اونو شما سلب بکنید این ماجرا هم منتفی خواهد شد. خیلی هاشون هم انتفاع بردن از چی؟ مثلا همین خانم شیرین عبادی اگر که حکومت اسلامی در ایران برقرار نشده بود که موجباتی برای اینکه اولین جایزه نوبل ایران رو ایشون بگیره و بعد تمام فشار و همه خودش رو بذاره روی اینکه اسلام چیز بدی نیست، انگار که کسی گفته اسلام بده، بحث در اینه که آقا حکومت اسلامی بده و وگرنه اسلام در وجدانیات آدم هاست و اصلا باش نمیشه کاری داشت. در نتیجه من فکر میکنم که زیاد هم هیچ کدوم اینها، شما ببینید مثلا آقای مخملباف توی همین برنامه بی بی سی دو روز پیش میگوید که اگر که جریانی که در ایران اتفاق افتاده منجر مثلا به بازگشت شاهزاده رضا پهلوی بشه به ایران، منم میشم همون محسن چریکه ای که شروع میکنم عملیات چریکی کردن. حالا آیا واقعا ایشون اون وقتم چریک بوده یا نه، اون یه بحث دیگری است. البته آقای دکتر داخل پرانتز بحث سر اتفاقا در مورد زندگی مخملباف، این پرسش به طور شخصی با من همیاره هست، به دلیل من هرگز نخواستم ماجرای خودم رو با ایشون رو شخصی در برنامه‌های تلویزیونی مطرح کنم، جلوه بدم، ولی چون به این نکته الان ایشون اشاره کرده، خب آقای محسن مخملباف از بین اون هفت گروهی بودن که بعداً اومدن شدن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، فتح و منصورون و فاعلون و مفعولون و از این هفت تا اسم داشتن. کارشون هم همسر پیشین ایشون که فوت کرد هم در یک دانسینگی در میدون آرژانتین فکر میکنم که حمله بمب گذاری کردن یا به یک پاسبانی شلیک کرده بودن که ایشون اومد نون گلدون رو ساخت در رد اون نظریه خودش که دیگه من با اونا نیستم، ولی وقتی سفر قندهار رو ساخت و از کسی که آمریکایی سیاه‌پوستی که در نخستین ترور جمهوری اسلامی دست داشته به عنوان اونجا استفاده کرد در اون فیلم به عنوان پزشک، وقتی ازشون پرسیدن به هیچ روی حاضر نشد این دیدگاه ها رو زیر پرسش ببره. به این ترتیبی که اینشون میگه من هم بر میگردم دوباره میشم محسن چریک، در اصل این استش که از اون روزگار فاصله نداره، امروز نوع دیگه ای برخورد میکنه، جایزه های بین المللی شکل دیگه ای داده میشن، حالا دیگه به محسن چریک جایزه نمیدن، به محسن سلطوس جایزه میدن. بفرمایید، ببخشید از این پرانتزی که باز کردم، برای اینکه همواره من رو آزار میده این مثلث های محسن که ایجاد میشه یا مربع محسن که ایجاد میشه. ببخشید. ببینید من البته قصدم انکار هنر آقای نخیر، منم همینطور فکر کنم خیلی هم فیلمساز قوی دستیه در کار بله. خودش سیر تحولیش هم سیر بسیار جالبی بوده، ولی منظور من اینه که اینها یک شرایطی رو میگذارن برای ملت ایران که اگر شما ملت ایران بیایید بیرون مثلا فلان چیزو بخواید، منم میشم چریک و حسابتون رو میرسم. یعنی به هر حال روی یه پایه عمل میکنن. من باور حتی نمیکنم که بسیاری از اینها جمهوری خواهن. به نظر من اینها جمهوری اسلامی خواه هستن. هنوز بند نافشون از درون زمینه بود. البته اشخاص حیرت انگیزی هم در این ماجرا هستن، مثلا آقای پیام اخوان حضورش در این جمع، هرچی فکر میکنم که این چجوری راه پیدا کرده، چطور تا حالا به خاطر پیوندش با مذهبی که داره اصلا اجازه شرکت در فعالیت سیاسی نداشت و یهو آمده اینو امضا کرده، اینا خودش از عجایب کاره
که وقتی که ما از حد خود این رفراندوم بریم بیرون بپرسیم که کی به فکرش رسید، اینا چجوری همدیگه رو پیدا کردن و عمل کردن، اون خودش به نظر من یک مقوله افشاگر دیگری است که بسیاری از مسائل رو در اپوزیسیون امروز مطرح خواهد کرد. یا آقای دکتر، به قول شما چجوری همدیگه رو پیدا کردن یا چجوری کسای دیگه ای رو پیدا نکردن؟ یعنی در این لیست 15 نفره نیومد بشه مثلا 25 نفر، 10 نفر دیگه هم که در اپوزیسیون هستن نامشون به شکلهای مختلف در اون باشه. این خط کشی هاست که مورد پرسش قرار میده، وگرنه شخص برخورد شخصی با کسی نداری. کاملا درست میفرمایید. منظور من اینه که درسته که افراد مختلفی با سوابق مختلفی در اینجا حضور دارن، ولی یه چیزی باید اینها رو به همدیگه نزدیک کرده باشه و وقتی هم که تعدادشون رسیده به 15 تا فکر کردن که به حد لازم رسیدن و بعد اینو منتج. آقای سازگارا یه جایی دیدم میگفتش که مثلا ما عجله کردیم، اگه یه خود دیگه سب کرده بودیم خیلی امضاها بیشتر میشد. حالا چه عجله‌ای در کار بوده اونو توضیح نمیدن که چطور شد وسط این ماجراها نمیدن خیزش مردم ایران، کشته شدنشون و ماجراهای دیگه، یه مرتبه اینها رفتن سراغ احیاء موات و یه طرح بی معنا و بی محتوا و لغوی به نام انجام انتخابات رو، ببخشید رفراندوم رو، کشتن جلو و مطرح کردن و اینقدر مجله داشتن که فرصت نکردن عده دیگری هم به امضا کنندگان اضافه بکنن. اینا همه مسائل پشت پرده قضیه است. یعنی میشه به این ماجرا یکی در مورد اینکه این رفراندوم اساسا شدنی هست یا نه، یا بر اساس اصول مراجعه به افکار عمومی نوشته شده و طراحی شده، یکی هم این که چرا اینا و چگونه و همه این مسائل، دو تا حوزه کاملا مختلفی است که هر کدومش دیگری رو تکمیل میکنه وقتی که آدم اطلاعات بیشتری راجبش پیدا کنه. خب دکتر، وقتی میگن که میریم به سراغ سازمان ملل، یعنی ناظر سازمان ملل رو میگذاریم، در اصل میخواهن بگوین که جمهوری اسلامی خود این رو اگر برگزار کنه تقلب میکنه و نخواهد گذاشت، ناظر رو سازمان ملل میذاره. خب همینجا نشون میده که جمهوری اسلامی که در دوران حضور خودش اجازه نخواهد داد سازمان ملل بیاد در بر انتخابات یا رفراندومی نظر داشته باشه. این طبیعی است، ولی مسئله ای که شما در آغاز سخن مطرح کردین، چه میخواهد این رفراندوم، یعنی چه نوع حکومتی را میخواهد رو مورد پرسش هستش. من یک بار عرض کنم که با یکی از کسانی که ظاهرا از رهبران اپوزیسیون صحبت میکردم، ایشون گفتش که ما باید تمام فشار خودمون رو بگذاریم روی رفراندوم. من گفتم که خب وقتی که این رفراندوم میخواد بشه چی میخوایم از مردم بپرسیم؟ چون یکی از شرایط رفراندوم اینه که یک سوال بیشتر نباشه و فقط هم آره و نه جواب بگیره. شما نمیتونید دو تا چیز رو ببرید در یک رفراندوم و اغتشاش ایجاد میشه. گفتم چی میخوایم از مردم بپرسیم که اونا بگن آره یا نه؟ گفت خب معلومه که آیا جمهوری اسلامی رو میخواهید یا نمیخواهید. من گفتم که بسیار خوب، این آره و نه جوابشه، ولی اولا این فاعل این کار کیه؟ این اون که میخواد بره این رفراندوم رو را بندازه و از مردم بپرسه کیه؟ اگر شما و اپوزیسیون هستید که شما که نمیتونید صندوق رأی ببرید سر هر کوچه بگذارید که مردم بیان عمل بکنن، یا اینکه شما میگید که نه، وقتی که ما پیروز شدیم و حکومت اسلامی فرو پاشید ما رفراندوم میکنیم، که اونم یه از چی عجایب شیخ ما چه عجب که پنجره باز کرد و گفت عجب، خب هر حکومتی وقتی ساقط بشه حکومت بعدی میاد رفراندوم میکنه که حالا به هر دلیلی و هر سوالی. بنابراین امر بدیهی شدنی قطعی که نمیتونه استراتژی یا تاکتیک یک مبارزه باشه. شما باید یه هدفی قرار بدین، وقتی به هدفتون رسیدین حالا خواسته مردم رو استعلام بکنید. بنابراین اساسا طرح رفراندوم در موقعیت فعلی، یعنی فاعل این رفراندوم حکومت اسلامیه. حالا چند تا عرض کنم که سناریو میشه برای این قضیه نوشت دیگه. یکی این که حکومت اسلامی خودش به این نظر رسیده است که
بهتر ما به طور مسالمت آمیز علیه خودمون رفراندوم کنیم، که همچین عقلی رو اگر در هر کجای دنیا پیدا کنید در جمهوری اسلامی نمیتونید پیدا کنید. اینها اصلا آنچنان به جنون قدرت رسیدن و در این حال مال و مکنت و غیره و این حرفا که محال است که فکر کنن میشود موقعیت. ببینید شما در حکومت قبلی بالاخره شاه مملکت آمده جلوی دوربین نشسته میگه که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، تعهد میکنم که از این به بعد به قانون اساسی وفادار باشم، جلوی دزدی رو بگیرم، فساد رو از بین ببرم و این حرفا. خب این معلومه که یه آدم عاقلیه که اگرچه دیر به فکر افتاده ولی داره قبول میکنه که یک گذشته‌ای داشته که میتواند ترمیم بشه. شما اصلا چنین چیزی رو آیا تا حالا به طور نمونه در یک موردی از حکومت اسلامی شنیده باشی؟ وقتی که حکومت اسلامی اصلاح طلبان خودش رو سرکوب میکنه، من خودش میخواد اصلاح طلب بشه و اصلاح. این یک. دوم این که میگن که ما انقدر مبارزه میکنیم که حکومت اسلامی رو انقدر تضعیف میکنیم که تن به عرض کنم که رفراندوم بده. خب این رو چجوری میخواید این مبارزه رو بکنید و این ضعف رو چجوری میخواید در حکومت اسلامی تولید کنید؟ اگر که مردم بیان توی خیابون، که تا به حال این حکومت نشون داده که یکی از خونخوارترین و سرکوبگرترین حکومتی که تو دنیا وجود داره، شما تو همین واقعه عرض کنم که دی ماه اخیر ببینید چقدر آدم رو به اعتراف خودشون کشتن، چند هزار آدم رو کردن تو زندان. این میخواد حالا و همه هم میگن که آقا دیگه جمهوری اسلامی به استیصال رسیده، پدرش در آمده دیگه، نخنما شده، همین روزاست که بیفته. وقتی که در موقعیت ضعف این گونه عمل میکنه، شما چجوری میخواید این رو عمل بکنید؟ نکته دوم که مربوط به نظارت سازمان بر سازمان ملل هست که خب اونم سازمان ملل که بیدر و پیکر نیستش که هر کسی بیه تلفن بزنه به آی سازمان ملل تشریف بیارید به نظارت بکنید، که بالاخره یک دعوت کننده ای وجود باید داشته باشه. حکومت اسلامی که خودش که معتقد نیستش که من دزد و خائن هستم، پس بیاید بر من نظارت بکنید. بنابراین باید دعوت کننده اپوزیسیون باشه. شما به من نشون بدید که در کجای دنیا یک اپوزیسیونی رفته به سازمان ملل گفته که شما برو اونجا یه رفراندوم انجام بده، خودت هم نظارت بکن که توش خرابکاری نشه. هی میان نمونه افریقای جنوبی و نمیدونم کشورهای بلوک شرق و این حرفا رو مطرح میکنن و فراموش میکنن که در اونجا این خود حکومت بود که با اپوزیسیون نشستن، با همدیگه توافق کردن و مشترکاً از سازمان ملل دعوت کردن که بیا بر این انتخاباتی که داریم میکنیم نگاه بکن. اینها حتی این 15 نفر حتی با همدیگه اتحاد نظر و عمل ندارن، در یک سازمانی نیومدن، یک مؤسسه ای رو تشکیل بدن بگن که آقا ما بخشی از اپوزیسیون هستیم که منسجم شدیم. جلوی هر نوع ایجاد آلترناتیو و عرض کنم که یک مجموعه سیاسی اپوزیسیونل هم که گرفتن، هر وقت رفتیم سراغشون که آقا باید اگر این حکومت بخواد از بین بره باید یه دونه آلترناتیو داشته باشیم که بتونه بره جانشین اون بشه، وگرنه جانشینانش عین خودش خواهند بود. گفتن که نخیر، نه وقتش هست، نه ما حاضریم همکاری بکنیم. این حرفا یک قدم هیچ کدوم این اشخاصی که امضا کردن، از خانم شیرین عبادی که یه موقعی وقتی که جایزه بهش داده شد خیلی ها فکر میکردن که یک شخصیت جهانی ما پیدا کردیم که میشه بر حول محورش عرض کنم که با هم دیگه کار کرد، علیه همه تلاش ها برای ایجاد یک اپوزیسیون عرض کنم که منسجم رو همین خانم گرفتش. بقیه شونم که جز خرابکاری کار دیگه ای نکرد. آقای شریعت مداری که من براشون بین همه این عده بیشترین احترام رو برای ایشون قائلم، ایشون میگه که اگر که ما دست به ایجاد آلترناتیو بزنیم و بعد در عرض 6 ماه نتونیم که این حکومت رو ساقط بکنیم، در نتیجه اصلا عملمون لغوه. خب آدم میپرسه ازش که این 6 ماه شما کی شروع میشه؟ ما کی ما میفهمیم که این 6 ماه دیگه این حکومت خواهد افتاد که زود
یک نوع آلترناتیوی رو تشکیل بدیم. برای این مجموعاً به نظر من میرسه که دو دلیل بیشتر وجود نداره در اینکه این اعلامیه رفراندوم مطرح شده و انقدر بادش کردن که تبدیل به یک مسئله عمده سیاسی روس شده و همین من و شما هم الان نشستیم این برنامه خودمون رو اختصاص به این دادیم. این دو دلیل به نظر من، یکیش اینه که خب میبینن که در ایران در واقع خیزش روبه انقلابی شدن پیش آمده و اینها هم باید از قافله عقب نمونن، هم سوار قطار بشن، بتونن کنترلش بکنن و غافلگیر نشن. همه این حرفا میخوان یه دونه اظهار وجود بکنن با این کار که آقای یادتون نره ما جزو رهبران اپوزیسیون هستیم. این یکیشه. یکی دیگه‌ش هم اینه که من فکر میکنم لااقل بخشی از این عده از یه جایی دستور میگیرن یا در مقابل یه جایی موظف هستن که یه کاری بکنن و در نتیجه برای اینکه نشون بدن بابت حمایتی که بهش ازشون میشه دارن کار سیاسی انجام میدن، این رو بی خطرترین و بی زحمتترین کار پیدا کردن که یه چهار خط بنویسن و عرض کنم که اینا منتشر بکنن و برن پروندهشون نشون بدن که آقا ببینید ما داریم این اقدامات هم میکنیم. من هر چی فکر میکنم دلیل سومی برای دست دادن به چنین کار لغوی پیدا نمیکنم. ای کاش وجود داشته باشه یه دلیل سومی، چون اینها که آدمهای عادی کم عقل و شعور که نیستن، که اینا همه آدمهای تحصیل کرده، همه آدمهای باهوش، آدمهای سیاسی هستن و چطور میشه که تصمیم میگیدن یک کار کودکانه و بیربط و غیر اجرایی شدن رو بهش دست بزنن؟ خب این موجب سواله و این دوتا جوابی که من به عقل خودم پیدا کردم. برها در این بین آقای دکتر نام خانم ستوده و نرگس محمدی به عنوان دو فعال حقوق بشر اعتبار ویژه‌ای از دیدگاه من به این 15 نفر، من با 13 نفر دیگه کار زیادی ندارم چون ناگزیر میشم نقد بکنم در جای مختلف مسائلی که مطرح، ولی دست کم خانم ستوده و نرگس محمدی به عنوان دو کنشگر حقوق بشر نامشون همواره مطرح هستش. در کنار اونها ببینیم که آقای جعفر پناهی به عنوان یک کارگردان معترض باز در ایران معنای ویژه خودشو داره. این روزها هم آقای قدیانی در انتقادهایی که به آقای خامنه‌ای کردن نامشون رو بیشتر جلوه دادن و بیشتر. ولی در مورد بقیه نمیخوام اظهار نظر یا دیدگاه خودم رو بیان بکنم. خب اینها چرا این رو امضا کرده؟ اینها که نه از جایی به نوعی بد هستن، من در مورد اینکه کسانی از جاهای دستور میگیرن، یا من ساده تر بگم نظر شما رو بذاریم بازتر بگم. ببینیم بینندگان گرامی، وقتی افرادی میان در خارج از کشور زندگی میکنن، یکی از راههای ساده زندگی کردن، یعنی اینکه همانند من و دیگری در جاهای مختلف کار نکنن زندگی کنن، این است که یک بنیاد غیر انتفاعی سیاسی تضمین میکنن. حکومت های کشورها به اون بنیادهای غیر انتفاعی برای رشد دموکراسی حقوق پرداخت میکنن و عموما این دوستان مدیر عامل های اون شرکت ها میشن. برای اینکه آقای دکتر یه نوعی گفتن که از جای دستور میگه، من خواستم باز بکنم که این چوب خط ها مفهومش یعنی چی. ولی خب در مورد خانم ستوده یا خانم نرگس محمدی که در ایران در زیر ساطور جمهوری اسلامی دستشون هست، مسئله فرق میکنه. آقای دکتر ببینید، شما ست اس رو آوردید، خانم نرگس محمدی، خانم ستوده و آقای کارگردان سینما پناهی. آقای پناهی، به نظر من این کار غیر مترقبه نیست. وقتی که آقای روحانی رئیس جمهور شد و دعوت کرد از نماینده پارلمان اروپا که به ایران بره و ببینه که فضای سیاسی چجور باز شد و این حرفا، همین آقای پناهی و خانم ستوده رفتن به دیدار ایشون برای اینکه نشون داده بشه که اپوزیسیون میتونه با نماینده پارلمان اروپا در اون فضا چیز بکنه. همون موقع من البته یه مقاله نوشتم و با زبان محترمانه عرض کردم که به نظر من این اشتباه سیاسی اینها بودش
و اینها تبدیل شدن به ملعبه دست آقای روحانی برای اینکه نشون بده که اصلاح طلبا برنده شدند و دوران جدیدی آغاز شده شد. من فکر میکنم که هر دوشون مبارز شجاع هستند، ولی به نظر من زیاد توان سیاسی ندارند در تخمین قضیه. به نظر من شجاعت امر خوبیه، ولی مشروطه به این که آدم از این شجاعت چه استفاده میکنه. خانم نرگس محمدی هم که خب الان آقای شوهرشون بلند شده اومده خارج کشور و به عنوان یکی از سخنگویان ملی مذهبی ها در همه تلویزیون های بی بی سی و صدای امریکا و همه جا مشغول صحبته، و ما هرگز ندیدیم که ایشون با حکومت اسلامی و اسلامیت حکومت مخالفتی بکنه. ایشون اصلا سخنگوی ملی مذهبی ها هستن، یعنی خواستگاه اصلی سیاسی اسلامیست های ایرانی. بنابراین به نظر من هیچ کدوم اینها رو نمیشه به عنوان کسانی تلقی کرد که واقعا در اردوگاه براندازان و حرکت کنندگان به سوی یک حکومت سکولار دموکراتی که بتواند ایران رو از شر همه این مسائل مذهبی ایدئولوژیک راحت بکنه حرکت بکنه. بیشتر به نظر من آدم‌های سرگردانی هستند که یا قدرت تحلیل سیاسیشون خیلی پایینه و یا پیوندهاشون با مسائل سیاسی مسائل مذهبی هنوز بریده نشده. در نتیجه به نظر من اونهایی که مأموریت دارند که اینجور عملیات رو بکنند، از اینها به عنوان زینتالات کار خودشون استفاده میکنه. خب اجازه بدین در وقت باقی مانده بریم به سوی کاری که شما در و دوستانتون دارین انجام میدین. در هنگامی که در پایان روزهای ماه اکتبر سال 2017 و آغازین روزهای سال ماه نوامبر 2017 در کلن آلمان بودیم و کنگره پنجم سکولار دموکرات ها تشکیل شده بود، در آخرین روز آقای دکتر نوریالا شما طرح مهستان رو مطرح کردین و امروز میبینم که تارنمای ویژه خودشو داره و به اون پیوستگان هم تصاویرشون هست و نشون داده میشه که چه کسانی هستن، و در اونجا هم قرار دادین که کسانی که میخوان که عضو این مهستان بشن و در جلسات این شرکت بکنن تصویر خودشون رو و ایمیل خودشون رو و درخواستشون رو با این نشانی بفرستن. در خدمت شما هستیم که بیشتر این رو باز بکنید برای کسانی که این برنامه رو میبینن و برای نقطه نظرهای شما رو آشنا دارن میشن. اگر کسی نمیدونسته دست کم در این برنامه نگاهی از شما رو، یه بخشی از نگاه شما رو باهاش روبرو شدن. در خدمت شما هستیم. ببینید اتفاقا این که الان میخوایم راجع به مهستان در پی صحبت کردن با مسئله رفراندوم بپردازیم، یه نکته رو به ذهن من میاره و اون اینه که اخیرا من دیدم که یکی، چون من به طور روزانه دچار حملات مختلفی هستم، نسبت‌های مختلفی هم به من داده میشه، ولی اخیرا دیدم که چند جا نوشتن که نوریالا اصلا کارش این شده که با هر حرکت سازندهی مخالفت بکنه به خاطر اینکه خودش صدای مثلا رهبری اپوزیسیون نسبت به رسیدن به جاه و مقام و فلانی حرفایی رو داره. بنابراین من به سختی وارد این بحث مربوط به مهستان میشم، برای اینکه خب گزارش من خواهد بود راجع به اینکه ماهایی که در این حال یه بخشی از اپوزیسیون رو تشکیل میدیم و با حرکاتی نظیر رفراندوم مخالفت میکنیم، خودمون داریم چیکار میکنیم. آیا تو پیش از اینکه شما آغاز کنید من به این نکته اشاره کنم، مخصوصا به تاریخ برگزاری کنگره اشاره کردم که دوستان بدانند که این داستان امروز آغاز نشده. در چه تاریخی؟ در سال گذشته در کل این مطرح شد از سوی شما و این برای فقط شکل تاریخی و زمانیش رو خواستم مطرح کرده باشم. بفرمایید. عنایت ممنونم. ببینید ما یه عده آدم بودیم از مثلا 2005 به این بر که به این نتیجه رسیدیم که تنها جانشینی که میتواند
رفاه و آزادی و آبادی ایران رو به وجود بیاره یک حکومت سکولار دموکراتی. این دو تا صفت هم از خود دو تا صفت حکومت اسلامی گرفتیم، برای اینکه این حکومت از یک سو مذهبیه پس چاره دردش یک حکومت سکولاره، و از سوی دیگه یک حکومت استبدادیه، بنابراین چاره کارش یک حکومت دموکراتیکه. بنابراین ما رفتیم دنبال اینکه راجب سکولار دموکراسی صحبت بکنیم. سالیان چندی را سایت هم درست کردیم، سایت سکولاریزم نو رو درست کردیم، مطلب نوشتیم و غیره، تا بتونیم این نتیجه ای رو که گرفته بودیم به اطلاع دیگران برسونیم، به اصطلاح فکر خودمون رو در جامعه جا بندازیم. و خب به نظر من میرسه که در این مورد که حداقل قطعا موفق شدیم، برای اینکه دیگه الان من هیچ تشکل سیاسی رو نمیبینم که بیاد سینه سپر بکنه و بگه که من با یک استقرار یک حکومت سکولار دموکرات در ایران مخالفم. همه حتی میبینید مجاهدین و خانم رجوی هم وقتی اعلامیه 10 ماده میده در یه مادهش می‌نویسه که حالا دارن سینه میزنن و یا حسین و فلان حرفا دارن عمل میکنن، ولی میگن که ما خواستار یک حکومت سکولار دموکرات هستیم. بنابراین این گفتمان جا افتاد. بعد گفتیم که خب حالا بریم ببینیم که چقدر آدم این رو پذیرفتن، چون به نظر من همه ایرانیانی که علیه حکومت اسلامی از ایران خارج شدن، اینها یعنی گفتن با چمدونشون و با کفششون گفتن ما حکومت سکولار و دموکرات میخوایم، یعنی یه حکومت مذهبی استبدادی نمیخوایم. اما خب همه آدمی وقتی که به یه چیزی علاقه مند میشه یا قبول میکنه که حاضر نیست زندگیشو بده بکنه بره دنبال این کار. ما باید راه بیفتیم، زردبین دستمون بگیریم، ببینیم بین این جمعیت سکولار دموکرات فراوونی که در خارج کشور هستن کیا هستن که حاضرن وقت بذارن، پول بذارن، زندگی بذارن روی این کار. بنابراین مدتی هم این کار به صورت اون کنگره های پنجگانه سکولار دموکرات ها که در واقع ما می رفتیم یه پولی جمع می کردیم که بتونیم صندلی بچینیم و چای رو درست بکنیم و غذا رو بدیم و بگیم هر کی که خودش رو سکولار دموکرات می دونه می تونه بیاد با خرج خودش بیاد 2 روز بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. و بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدیم که حالا وقتشه که سکولار دموکرات ها با همدیگه یک اتحاد عملی هم داشته باشه و لااقل یک مجلس شورای مصمم رو به وجود بیارن که در مورد سکولار دموکراسی با هم به شور بنشینن. اسمش هم من اول بار کلمه مهستان رو عرض کنم که سالها پیش شنیده بودم، بعدن البته من گفتن که یک کسی هم بوده که یک چیزی درست کرده به نام مهستان و نوریالا رفته اونی اسم رو از اون گرفته، انگار که مثلا من برم یه جایی درست کنم بگم دبستان فلان، بگن آقا دبستان که تو نمیتونید بگید چون اون جای دیگه هم دبستان هست. به هر حال کاری ندارم، در حال اگه که ساسانیان نمیتونه از شما تقاضایی بکنه چون برمیگرده به دوران اشکانیان. ببخشید، به هر حال مهستان یعنی اون جایی که آدمایی که مهتر هستند و نخبه هستن دور هم دیگه جمع میشن راجع به مسئله مورد علاقه خود خودشون صحبت، یعنی مجلس شورا. ما گفتیم که سکولار دموکرات ها هم باید یه مجلس شورا داشته باشه. این رو پیشنهاد کردیم به اون کنگره پنجم در آخر ماه اکتبر و بعد از اونم شروع کردیم تمام تلاش و وقتمون رو گذاشتیم در اینکه این قضیه به وجود بیاد. الانم یه 110 نفری آدم آمادگی خودشون اعلام کردن، عضو این مجموعه شدن و ما الان در حدود 8 یکشنبه جلسه عمومی داشتیم و تمام جریان رو هم از لحظه آغاز تا پایان روی اینترنت پخش کردیم، یعنی همه دیدند که چه اتفاقی داره میفته. و در اونجا راجع به ضرورت ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات صحبت کرده ایم و گفته ایم که تا امروز
سکولار دموکرات ها با هم متحد نبودند، به طور انفرادی عمل میکردند و حرف میزدند. اما این مهستان موجباتی رو فراهم میکنه که ما بتونیم به عنوان یک نیروی سیاسی، نه یک فرد سیاسی، بتونیم وارد صحنه سیاست اپوزیسیون بشیم و بعد بریم با نیروهای دیگه صحبت بکنیم، بتونیم قانعشون بکنیم به اینکه ما باید هرچه زودتر این آلترناتیو سکولار دموکرات رو به عنوان نماینده وحدت ملی ایرانیان در مقابل دنیایی داشته باشیم. به هر حال ما داریم کار خودمون رو میکنیم، تشکیلات رو دادیم. هفته گذشته یک شنبه انتخابات شورای آلترناتیو رو انجام دادیم، در طول هفته گذشته جلسه این شورا رو داشتیم و قرار یک شنبه آینده هم باز یه جلسه عمومی در مقابل دوربین ها داشته باشیم که در اونجا این شورایی که انتخاب شد یک شنبه گذشته بیاد و اولین پیشنهاد عملی خودش رو روی میز بگذاره و بگوید که ما باید مثلا چنین بکنیم، غیره که به موقع خودش این قضیه آشکار خواهد شد. به هر حال ما نه مدعی این هستیم که ما آلترناتیو حکومت اسلامی هستیم، بلکه خودمون رو یکی از اجزای آلترناتیوی که باید به وجود بیاد میدونیم، نه اینکه بر اساس یک ایدئولوژی دور هم آمده باشیم که بگیم ما لزوما یا سوسیالیست هستیم یا لیبرال هستیم یا کمونیست هستیم. مسائل رو تقسیم بندی کردیم به مسائل اینجایی و اکنونی و مسائل آنجایی و فردایی. یعنی یه سری مسائل هستش که در خارج کشور اصلا قابل حل و فصل نیستش. شما فکر کنید که مثلا در مورد اینکه حکومت آینده ایران باید پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، خب اگه همه ما هم باز توافق بکنیم باز باید این حکومت فرو بپاشه، رفراندوم تعیین نوع حکومت برقرار بشه تا اینکه مردم ایران تصمیم بگیرن که چه نوع حکومتی رو میخوان. بنابراین ما بشینیم تو سر کله همدیگه در خارج کشور بزنیم در این مورد، جز اتلاف وقت و انرژی چیز دیگه ای نخواهد بود، یا مسائل ایدئولوژیک دیگه. بنابراین اینا رو هم گذاشتیم کنار و هدف عمده و اصلی ما تبدیل شده به چند تا چیز. یکی یعنی بالاترینش استقرار حکومت سکولار دموکرات در ایران، یعنی که اگر این حکومت فرو بپاشه ما باید تلاش بکنیم که قانون اساسیمون یک قانون اساسی سکولار دموکرات بشه، یعنی که مذهب رسمی نداشته باشیم در عین اینکه به همه مذاهب و عقاید و بی مذهبی ها احترام میگذاریم، و دیگر اینکه ببخشید به صورت دموکراتیک تبعیض رو بر بیاندازه و غیره و غیره. از لحاظ استراتژی اعتقاد ما بر این است که ما هنگامی میتونیم برسیم به این هدف که چند تا پیروزی قبلی داشته باشیم. یک پیروزیش اینه که ما میدونیم که در ایران گرفتاری اصلی ما نه شاه نه رئیس جمهور، بلکه اون ماشین باز تولید استبداده. شما نگاه بکنید شاه رو برمیدارید میبینید آقای ولی فقیه سرکلش پیدا شد، نشست روی صندلی شاه، صد برابر اختیارات و توانایی اون شاهرم بهش دادن. چرا؟ چون اون ماشین استبداد پرور مشغول کاره. بنابراین ما یه راههایی باید پیدا بکنیم که در پی فروپاشی حکومت اسلامی بدونیم چه کارهایی رو باید کرد که دیگه ظهور دیکتاتور تو اون مملکت ممکن نباشه. و الا مگر عراق جمهوری نبود؟ خب یه دیکتاتور نرخلی مثل صدام حسین بار سرش بود، نمیدونم عربستان یه جور دیگه. نه شاه نه رئیس جمهور هیچ کدوم لزوما دیکتاتور نیستن اگر که ماشین بازتولید استبداد از کار افتاده باشه. بنابراین یکی از وظایف عمده ما اینه که بتونیم این زمینه رو صاف بکنیم و توضیح بدیم که راه‌های جلوگیری از کار کردن ماشین بازتولید استبداد چیه. دو، دیگر این که ما باید اول حکومت اسلامی رو بر بیاندازیم تا یک حکومت سکولار دموکرات بتونه جانشینش بشه. سوم این که بین راه ما و حکومت اسلامی یه سنگ بزرگی افتاده است به نام اصلاح طلبی. یعنی اینا نمیذارن اصلا دشمنان حکومت اسلامی در مقابل حکومت اسلامی قرار بگیرن.
یک کدوم از این ملی مذهبی ها نامه نوشته بود به آقای دکتر. به پایان برنامه رسیدیم، میخوای خیلی لحظاتمون تموم شده، اگر ممکن است فقط یک لحظه سریع این رو به پایان ببریم تا بتونیم آخرین کارم اینه که ما برای رسیدن به رویارویی با حکومت اسلامی اول باید تکلیف اصلاح طلبان رو روشن کنیم. در این زمینه‌ها با هم گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر نوریالا در آینده. به سرعت زمان 50 دقیقه برنامه